بنام خدا و با عرض سلام به خبرهای این ساعت طلوع به شبکه جهانی طلوع نیوز خوش آمدید. امروز سه‌شنبه 11 ماه سنبله سال 1393 هجری خورشیدی است که برابر می شود با دوم ماه سپتامبر سال 2014 میلادی. در آغاز سرخط چند خبر. اجرا خواندن تصمیم اصلاحات و همگاری از سوی تحول و تداوم. فکرها و نظریات خود را و خواستهای خود را در مورد حکومت وحدت ملی طوری فرمول بندی بکنن که تعارضی با قانون اساسی نداشته باشه. باطل شدن آرای 50 محل رایدهی در مرحله پنجم روند ابطال آرا. آرای مجموعی محلات باطل شده به 12651 رای میرسه. فرصت لابیگری برای به دست آوردن پشتیبانی دراز مدت به افغانستان در نشست سران ناتو. و بررسی بحران سیاسی پاکستان در پارلمان این کشور. شجاع زکی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. دسته انتخاباتی اشرف‌غنی احمدزی تصمیم دسته انتخاباتی اصلاحات و همگرایی درباره ترک گفتگوهای سیاسی و نپذیرفتن نتیجه بازرسی آرا یک کار شتاب زده میداند. این دسته انتخاباتی میگوید که در موضع این دسته انتخاباتی درباره روند بازرسی آرا و گفتگوهای سیاسی تغییر نیامده است. در این حال دسته انتخاباتی عبدالله میگوید که رایزنی های آنان درباره تصمیمشان با یک مشاور باراک اوباما و فرستاده ویژه سازمان ملل در افغانستان ادامه دارند. صالحا صداد گزارش می‌دهد. پس از آن که دسته انتخاباتی اصلاحات و همگرایی هشدار داد که اگر به خواست‌های منطقی آنان در روند بازرسی آرا و نیز در روند سیاسی توجه نشود، این دسته این دو روند را ترک خواهد کرد و یک بار دیگر به مردم رجوع خواهد کرد. اکنون دسته انتخاباتی اشرف غنی احمدزی در واکنش به این هشدارهای دسته انتخاباتی اصلاحات و همگرایی می‌گوید این کار این دسته بسیار شتاب زده است. دسته انتخاباتی تحول و تداوم از دسته انتخاباتی اصلاحات و همگرایی می خواهد که خواستهایشان را دسته‌بندی نموده و آن را با دسته انتخاباتی اشرف غنی احمدزی در میان بگذارد. تیم محترم اصلاحات و همگرایی خواستهای خود را، خواستهای مشروع خود را طوری فرمول بندی بکنند و هر دو تیم خواستهای را که یعنی فکرها و نظریات خود را و خواستهای خود را در مورد حکومت وحدت ملی طوری فرمول بندی بکنن که تعارضی بر قانون اساسی نداشته باشه و در مطابقت کامل با قانون اساسی افغانستان قرار داشته باشه. بانک مهلت دسته انتخاباتی عبدالله در پایان امروز درباره ترک روند گفتگوهای سیاسی و بازرسی آرا پایان می‌یابد. اکنون دسته انتخاباتی اصلاحات و همگرایی میگوید که رایزنی های این دسته با شمار از مقام های خارجی و فرستاده ویژه سازمان ملل متحد ادامه دارند و اگر تصمیم در این باره گرفته شود پس از مشوره با مردم اعلام خواهد شد. در همین حال محمد محقق معاون دوم عبدالله در گفتگو با رویترز هشدار می‌دهد که اگر سازمان ملل متحد نتایج نهایی انتخابات را اعلام کند یک بحران تازه در کشور به میان خواهد آمد. ما به ملل متحد گفتیم که اعلان نتایج تقلب به منزله برهم زدن تمامی پروسه های سیاسی و تکنیکی و رفتن به طرف یک بحران است. در این میان سازمان ملل متحد از اردو نامزد ریاست جمهوری می خواهد که با گفتگوهای سیاسی ادامه بدهند. سازمان ملل متحد تمام جوانب تشویق به این میکنه که بالای تعهدات که مبنی بر احترام به نتیجه ای پروسه کردن به او عمل کنند و در پهلوی ازی مذاکرات خود به خاطر تشکیل یک حکومت وحدت ملی ادامه بدن. این تنش ها در حال اوج می گیرند که پیش از این هر دو نامزد ریاست جمهوری دو بار در حضور وزیر خارجه ایالات متحده امریکا و نماینده ویژه سازمان ملل متحد تعهد کردند که نتایج بازرسی ها را می پذیرند و بر ایجاد حکومت وحدت ملی هم پابند هستند.
در این حال مسئولان کمیسیون مستقر انتخابات درباره 2000 محل رای دهی دیگر نیز فیصله صادر کردند. از این میان آرای 520 محل با اعتبار شناخته شدند، 360 محل به بازشماری فرستاده شدند، 1070 محل به بازرسی دوباره معرفی شدند و آرای 50 محل رای دهی باطل اعلام شدند. مسئولان کمیسیون میگویند که روزهای انگشت شمار و پایان روند بازرسی باقی مانده است و اکنون 90% کارها را به پایان رسانیدند. طارق مجیدی گزارش می‌دهد. در این نشست مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات درباره آرای 2000 محل رای دهی فیصله صادر کردند. ابطال 50 محل رای دهی در نتیجه تفتیش که 13 محل آن شامل تفتیش خاص و 37 محل آن شامل تفتیش عادی می شود که آرای مجموعی محلات باطل شده به 12651 رای می رسد. کمیسیون مستقل انتخابات در مرحله نخست از میان 3846 محل رای دهی آرای 72 محل را باطل اعلام کرد. همین گونه در مرحله دوم باطل سازی آرا از میان 3000 محل رای دهی آرای 75 محل باطل اعلام شدند. در مرحله سوم باطل سازی آرا نیز از میان 3000 محل رای دهی آرای 69 محل باطل اعلام گشتند. در مرحله چهارم از میان آرای 5000 محل رای دهی آرای 236 محل باطل اعلان شدند. اندک اندک کار ناظران ملی و جهانی به پایان می رسد. مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات می گویند که 90% کارهایشان به پایان رسیده است. با این حال سرانجام نتیجه انتخابات جنجالی 24 جوزا روشن خواهد شد. یک مورد فراموش نکنند که هر پروسه، هر روند آغاز و اختتام دارد. انتخابات در یک روز آغاز شد و بالاخره باید به پایان برسد. یعنی تا ابد انتظار کشیده نمیتونید و تا جایی که خواسته های مشروع هر دو کاندید است و تیمای تکنیکیشان است کمیسیون مستقل انتخابات پذیرفته و میپذیره. مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات میگویند که فرستاده ویژه سازمان ملل متحد به روز سه‌شنبه در دیداری با آنان درباره موضوع های مختلفی بحث و گفتگو کرد. نشست سران ناتو در ولز یک فرصت طلایی برای افغانستان است. شماره از تحلیلگران مسائل سیاسی نشست ولز را یک نشست سرنوشت ساز و تعیین کننده برای افغانستان می دانند و می گویند که در این نشست روشن خواهد شد که نیروهای امنیتی افغان پس از سال 2014 میلادی به چه اندازه کمک مالی نیاز دارند. در حالی که در این نشست به نمایندگی از افغانستان وزیر دفاع ملی شرکت خواهد کرد، این تحلیلگران سیاسی می گویند که نبود رئیس جمهور تازه در این نشست غم انگیز است اما خطرناک نه. در این باره شکیلا ابراهیم خیل گزارش دارد. نشست سران ناتو در ویلز نشست سرنوشت ساز برای افغانستان. این نشست در 25 سال اخیر بزرگترین و با اهمیت ترین نشست سران ناتو است که روز پنج شنبه در ویلز برگزار خواهد شد. شماره از تحلیلگران افغان این نشست را فرصت مهمی به افغانستان می دانند اما نگران از دستگیری این فرصت نیز هستند. باید لابیینگ گسترده با نهادهای بین المللی را اندازی کنند، باید رسانه ها و اذهان بین المللی را پیرامون وضعیت افغانستان روشن بسازند، باید با نهادهای فکری جامعه بین المللی در تماس شوند و ذهنیت مردم افغانستان با اونها شریک بسازند. یعنی یک دیپلماسی فعال در این کنفرانس نیاز است. برخی دیگر از این تحلیلگران سیاسی کشور نبود رئیس جمهور تازه را در نشست ولز یک خلا می دانند. اما خوشبین هستند که ناتو به تعهداتش در برابر افغانستان ادامه خواهد داد. هنوز هم دوستان ما در ناتو آماده هستند که یک فرصت دیگر در اختیار افغانستان قرار بدن که اگر حکومت وحدت ملی تشکیل شود ناتو آماده است که بار دیگر یک صفحه جدیدی از روابط خود را با افغانستان بگشاید. در حالی که سران کشورهای عضو ناتو در نشست شیکاگو هر سال 4.1 میلیارد دلار به نیروهای امنیتی افغان تعهد کمک کردند اما به تازگی حکومت افغانستان اعلام کرده است که نیازمندی های این نیروها به 6.1 میلیارد دلار میرسد، این آگاهان میگویند که نشست ویلز فرصت خوبی برای چانه زنی به افغانستان است. باید در این نشست خواسته های مردم افغانستان، خواسته های دولت افغانستان منعکس میشن. من فکر میکنم لیمیتره یا محدوده را که در مورد کمک های نظامی برای افغانستان ناتو در شیکاگو پیش بینی کرده و یک بار دیگر تکرار خواهد شد.
از سوی دیگر ناتو یک صندوق برای ادامه پشتیبانی مالی از ارتش افغانستان ایجاد کرده است. کشورهای عضو ناتو و آیسف میگویند که با ایجاد این صندوق چگونگی ادامه پشتیبانی مالی از ارتش ملی افغانستان روشن خواهد شد. در یک بیانیه ناتو آمده است که یک هیئت نظارتی از چگونگی مصارف نیروهای ارتش ملی نظارت خواهد کرد. پلیس کابل 6 تن از کسانی را که گفته می شود دزدان و تجاوزگران رویداد بالاسوری پغمان هستند بازداشت کرده است و از نهادهای عدلی و قضایی می خواهد تا این مردان را به کیفر سخت برسانند. فرمانده پلیس کابل می گوید که بازداشت شدگان اعتراف کردند که پس از گرفتن زیورها و پولها بر زنان تجاوز نیست کردند. حازم آرش گزارش می دهد. رویداد تجاوز بر زنان در ولسوالی پغمان کابل امگان را تکان داده است و پلیس کابل 6 تن از کسانی را که در این رویداد دست داشتند بازداشت کرده است. فرمانده پلیس کابل میگوید که بازداشت شدگان اعتراف میکنند که بر زنان تجاوز نیست کردند. اعتراف کردند که ما مرتکب تجاوز جنسی علیه خانم‌ها شدیم. به حساب اعترافات از یا 8 نفر اینا قلمداد به این قضیه کردند که 6 نفرش فعلا دست پلیس است. که از 6 نفر هم سربان 2 نفرای بسیار مهمش که از جنایتکارای حرفه‌ایش است فعلا در پیش ماستند. گفته می شود که این مردان جمعه شب گذشته 4 موتر را استانیدند و سرنشینان آنها را به پغمان بردند و بر 4 زنی که در یک موتر بودند تجاوز کردند. این مردان در حال بر زنان تجاوز کردند که مردان این خانواده دورتر از محل رویداد بسته شده بودند و ناله و فریاد این زنان را می شنیدند. بازداشت شدگان پیشینه جرمی نیز دارند. از جمله این 2 تن به جرم آدمکشی و دزدی مسلحانه و تجاوز 8 و 9 سال در بند بودند. اما اینان چگونه از بند رها شدند؟ 11 سال قیدم، یک 9 سال تیر کردم. یعنی 9 سال زندان بود؟ آه 9 سال. اول زیاد بود، باز 8 سال شد. 3 ماه کم بود، باز 8 سال شد، 8 سال تیر کردم. اول چقدر بود؟ اول 20 سال بود. این رویداد از آغاز هفته پیش از سوی طلوع نیوز پیگیری می‌شد، اما در آغاز هیچ مقام این رویداد را تایید نمی‌کرد. این رویداد به اندازه تکان دهنده بوده است که رئیس جمهور دستور داده است تا چگونگی این رویداد تا یک هفته روشن گردد. اکنون که این مردان بازداشت شدند، شاید پولها و زیورهای ربوده شده به دست بیایند. اما کسانی میپرسند که آیا عزت خانواده‌ای که برباد رفته است به دست خواهد آمد؟ سارنوالی جلوگیریش خشونت در برابر زنان ولایت بلخ دخترک 8 ساله را که چند روز پیش از سوی پدرش به شوهر داده شده بود از خانواده داماد به یک خانه امن فرستاد. رئیس نهاد در حالی که این ازدواج را بی بنیاد می داند، از سوی دیگر ملای را که نکاح این دخترک را بسته سخت انتقاد می کند. اما اگر این خبر ازدواج نادرست باشد، پس چرا این دخترک به خانه امن فرستاده شده است؟ پس از پخش گزارش طلوع نیوز درباره ازدواج مینه دخترک 8 ساله با یک پسر 12 ساله، سارنوالی جلوگیری از خشونت در برابر زنان ولایت بلخ این دخترک را از خانه داماد بیرون کشید و به یک خانه امن سپرد. رئیس سارنوالی جلوگیری از خشونت در برابر زنان ولایت بلخ میگوید که این دختر ازدواج نکرده است. این گپ قطعا غلط است، من رد میکنم. در ولایت بلخ هیچ وقت کار نشده و نمیشه. اما پرسشی به میان میآید که اگر این دخترک ازدواج نکرده است در خانه داماد چی میکرد و چرا این نهاد این دختر را به خانه امن سپرد و مولوی را به نکاح بدون گواه متهم میسازد؟ ما ایران هستم که مولوی صاحب گپ از دین اسلام و از قرآن میزننی و ایچی قسم توانسته که دختره که 8 ساله را نکاح کرده و 2 شاهد هم وجود نداشته و ای را اینا نکاح کردن و دیگه دختر چون طفل خرد است ما ای را امرای خواهر کلانش تنانی امرای خواهر کلانش به خانه امروان میکنیم. از سوی دیگر پدر این دخترک به گونه روشن اعتراف میکند که از بحر فقر و بیکسی تن به این کار داده است. من مثلا همین مجبور بودم که همین طفلا را گفتم یک جای سرفرستی شوم، من یک طرف دیگه در غریبی برم که یک چیزی پول پیدا کنم، یک زندگی جور شوه گفتم. باشندگان بلخ میگویند که به جای فرستادن این دخترک به خانه امن باید خانواده وی حمایت شود و نیز زمینه آموزش و پرورش این دخترک فراهم گردد. ادامه خبرها از طلوع با شبکه جهانی طلوع نیوز.
نشست مشترک هر دو مجلس پارلمان پاکستان امروز به فراخوانی رئیس جمهوری این کشور آغاز شد. هدف از برگزاری نشست یک هفته‌ای بررسی بحران سیاسی در پاکستان گفته شده است. وزیر امور داخلی پاکستان که امروز در این نشست حضور یافت، معترضان ضد حکومت را هراسکنان آموزش دیده خطاب کرد. در این حال، عمران خان رئیس تحریک انصاف یک بار دیگر هشدار می‌دهد تا هنگامی که نواز شریف از قدرت کنارگیری نکند، اعتراضات ضد حکومت پایان نخواهند یافت. ادامه اعتراضات ضد حکومت و بحران سیاسی در پاکستان سرانجام رئیس جمهور این کشور را واداشت تا نشست مشترک هر دو مجلس پارلمان این کشور را فرا خواند. در این نشست یک هفته ای اعضای پارلمان پاکستان فرصت دارند تا بحران سیاسی این کشور را به بحث گیرند و برای پیدا کردن راه حل به این بحران دست به کار شوند. وزیر داخله پاکستان که بروز سه شنبه در پارلمان پاکستان سخن می گفت، از معترضان ضد حکومت سخت انتقاد می کند و آنان را هراس افکنان می نامد. اما معترضان ضد حکومت در واکنش به این گفته ها تاکید می ورزند تا هنگامی که حکومت نواز شریف را سرنگون نسازند، از اعتراضات دست بر نخواهند داشت. مکتب ها بسته شدند، مردم نادار هنوز هم در جاده ها به سر می برند و این همه از بحر کسان است که در قدرت هستند. مردم از سوی ما زیان ندیدند، ولی از سوی این فرمان روایان زیان دیدند. اگر ما عدالت را به دست آوریم، ما اینجا را ترک خواهیم کرد و به خانه های ما خواهیم رفت. اعتراضات ضد حکومت در پاکستان که از بیش از دو هفته به این سو ادامه داشتند، پایتخت پاکستان را فلج ساخته است و نیز زندگی عادی پایتخت نشینان را با دشواری ها روبرو کرده است. با وجود اینکه درگیری ها میان معترضان و نیروهای امنیتی تا کنون 3 کشته و نزدیک به 600 زخمی بر جا گذاشتند، اما هنوز هم بحران سیاسی پاکستان راه حل نیافته است. و این هم چند خبر کوتاه از جهان. دبیر کل سازمان ملل متحد از غصب زمین‌های فلسطینیان از سوی اسرائیل نگران است. بان کی‌مون می‌گوید که این کار مخالف قوانین جهانی است. پیش از این اسرائیل گفته است که نزدیک به 1000 هکتار زمین را در کرانه باختری رود اردن اراضی دولتی اسرائیل اعلام می‌کند، اما این تصمیم فلسطینیان را سخت خشمگین ساخته است. شمار از اعضای خانواده های نظامیان ربوده شده سوی گروه داعش در عراق بر ساختمان پارلمان این کشور یورش بردند. این افراد که پسرانشان در ماه جون امسال از سوی جنگجویان داعش در شهر تکریت ربوده شدند، امروز به گونه اعتراض وارد ساختمان پارلمان عراق شدند و دست به ویرانگری زدند. نخست وزیر هند بر گسترش روابط این کشور با ژاپن تاکید می‌ورزد. نرندرا مودی در سفرش به ژاپن می‌گوید که دهلی نو و توکیو با ترویج ارزش‌های دموکراتیک می‌توانند به گونه مشترک در برابر قدرت طلبی چین در منطقه استادگی کنند. یک زن در مکسیکو 127مین سال روز تولدش را جشن گرفت. این زن که لندرا بسیرا نام دارد، احتمال می رود که کهنسالترین فرد زنده در جهان باشد. لندرا بسیرا در غرب مکسیکو زندگی می کند و به گفته یک نواسه‌اش از صحت خوب برخوردار است. لندرا 5 فرزند داشت که تمامی آنان درگذشتند. با ادامه خبرها باز هم خوش آمدید. تعیین نرخ گاز مایع از سوی حکومت و بخش خصوصی از سوی فروشندگان گاز جدی گرفته نمی شود. با آنکه بهای هر کیلوگرم گاز مایع 60 افغانی تعیین شده است، اما هر کیلوگرم گاز در بازارهای کابل تا 90 افغانی فروخته می شود. از سوی هم وزیر پیشین تجارت و صنایع می گوید که مافیای مواد نفتی از مقامات حکومتی، نمایندگان مجلس و بازرگانان تشکیل شده است و اقدامات حکومت و بخش خصوصی برای ثبات بهای گاز نمایشی هستند. زبیح الله جهانمل جاست یاد را گزارش می دهد. هرچند حکومت و بخش خصوصی بهای هر کیلوگرم گاز مایع را 60 افغانی اعلام کردند و وعده دادند که از فروش گاز نظارت می کند، اما در بازارها کسی به این تصمیم توجهی نمی کند و یک کیلوگرم گاز تا 90 افغانی فروخته می شود. گاز ما کیلوی برادن 90 را پرد می کنیم. این رای خداست. نمی جنام بایی ماست. بعد گاز می خرید مجده ست. حالا می خریم 3200 3100 به گاز می خریم. حالا نمو رقم است تا 110 100 خرید فروش میشه.
فروشندگان گاز مایع میگویند که شرکت ها خلاف تصمیم بخش خصوصی و دولت هر کیلوگرم گاز را به بهای تعیین شده به آنان نمیفروشند. دولت که اعلان کرده که 60 روپیه باشه، اما شرکت ها 60 روپیه نمیده، 75 روپیه 80 روپیه گاز دارد. وزارت تجارت و صنایع میگوید که کمیسیونی بر ریاست وزیر اقتصاد تشکیل شده است که شرکت های متخلف را شناسایی و مجازات خواهد کرد. رقابت ناسالم که بدون شک رقابت ناسالم صورت گرفته از طرف شرکت های افغانی ما در بورسیه یا برژه ترکمنستان بدون شک، و یک شرکت دو شرکت نبودن، اونا هم اسنادهای خود را ارائه میکنن. مطمئنا باز این کمیسیون که تحت ریاست جلالمرد ارغندیوال صاحب هستن نهایی گزارش را به رئیس جمهور و به کابینه ارائه میکنن. اما وزیر پیشین تجارت میگوید که در تجارت گاز دست برخی مقام های حکومتی و بازرگانان با هم یکی هستند. وقتی که برای یک هفته قیمت به 100 و 120 هزار رساندن، به صدها میلیون اینا در این چند روز مفات میکنند و بعد از پای خود پس میکشند، یک کمی پایان میارند و یک ذره که توجه مردم و مطبوعات و همگی از اونا کم شد، باز پس این حالت میارند. وزیر پیشین تجارت میگوید که تجارت مواد نفتی و گاز مایع در کشور مافیایی است و زمانی که وی وزیر تجارت بود از سوی این مافیا همواره زیر فشار قرار میگرفت. این در حالی است که رئیس جمهور فرمان داده است که جواز کار شرکت های محمود جلیل و ام جی که با رقابت ناسالم سبب افزایش بهای گاز در کشور شدند لغو شود. با عرض سلام، این هم چند رویداد ورزشی. هفته دوم سومین در رقابت های لیگ برتر فوتبال افغانستان روشن فردا با دیدار تیم های فوتبال طوفان حریرود و دسپین غربازان آغاز می شود. این دو تیم در حال رویداروی هم میستند که پارسال نیز در دومین در رقابت های لیگ برتر فوتبال افغانستان روشن در برابر هم قرار گرفته بودند که آن دیدار 10-0 به سود تیم فوتبال طوفان حریرود پایان یافته بود. این ورزشکاران تیم فوتبال دسپین غربازان هستند. مربی این تیم میگوید که امسال دسپین غربازان با حضور چهره های برتر در مقایسه با پارسال بسیار توانمندتر شده است و یکی از مدعیان قهرمانی این رقابت است. بچه هم گفتن ما شیریم، اگر باید بیباریم بیباریم هم نه بیباریم هم خفا نمیشیم. این بازی از فوتبال است. نسبت به سالهای پیش تیم ما بسیار تغییر کرده و همچنان مربی تاجیکی آمده و بازیکنهای ما از کل ولایت از این مسابقات اشتراک کردن و یک تیم منسجم مهاجر کردن. تیم فوتبال طوفان حریرود از بهر رویارویی فردا در برابر دسپین غربازان امروز در حال استراحت بوده است. در تیم فوتبال دسپین غربازان چهره های برتر ولایت های ننگرهار، نورستان، کنر، لغمان توپ می زنند و در تیم طوفان حریرود فوتبال بازان هرات، فرا، بادغیز و غور حضور دارند. رقابت های انتخاباتی تیم ملی تکواندوی سنتی افغانستان با شناسایی چهره های برتر پایان یافتند. در پایان رقابت ها 28 مبارز برتر به تیم ملی تکواندوی سنتی کشور برگزیده شدند. این رقابت ها با حضور 200 تکواندوکار از 11 ولایت کشور در تالار ورزشی تربیت بدنی و ورزش برگزار شده بودند. فدراسیون تکواندوی سنتی یا ITTF میگوید که چهره های برتر این رقابت ها جواز و حضور بر رقابت های جهانی این رشته را که تا دو ماه دیگر در اسپانیا برگزار خواهند شد به دست آوردند. که مسابقات بعدی جهانی در کشور اسپانیا سازنده باشیم، یک تیم بهتر تقدیم کنیم و مسابقات جهانی و افتخارات نصیب وطن خود کنیم. برای افغانستان امید از این داریم که کشور باسال باشه، همگی ورزش بکنن. تکواندوی سنتی از ورزش‌های رزمی است که در کره شمالی پایه‌گذاری شده است و فدراسیون این رشته ورزشی در سال 1990 هجری خورشیدی در چهارچوب کمیته ملی المپیک افغانستان ایجاد شد و این فدراسیون تا کنون 4 مدال طلا، 2 مدال نقره و 2 مدال برنز از رقابت‌های جهانی این رشته که در کرواسیا برگزار شده بود در کارنامه دارد. این بود خبرها تا این ساعت. از توجهتان جهان سپاس. بالا شما دعوت میکنم که با برنامه فراخبر با طول نیوز باشد. وقتتان خوش. خدا نگهدار.